دوین داگلاس جانسون با لقب راک یعنی صخره هنرپیشه تهیه کننده فیلم و کشتیگیر حرفه‌ای پیشین آمریکایی است. جانسون یکی از برترین ستارگان تاریخ کشتی حرفه‌ای است. او در طی فعالیتش در WWE به قهرمانی‌های گوناگون دست پیدا کرد. او همچنین یکی از موفق‌ترین و پردرآمدترین بازیگران جهان است. به گونه ای که فیلم‌های او در سراسر جهان بر اساس باکس آفیس بیش از 10.5 میلیارد دلار فروش داشته است. جانسون در سال‌های 2016 و 2019 از سوی مجله تایم صد به عنوان یکی از 100 شخصیت تاثیرگذار جهان معرفی شد. در ادامه نگاهی به زندگی شخصی و بیوگرافی راک خواهیم انداخت. با ما همراه باشید. او در دانشگاه میامی فوتبال آمریکایی را فرا گرفت و در یک دوره مسابقات ملی برنده شد. سپس در تیمی در لیگ برتر بازی کرد. در سال 1995 هم لیسانس خود را در رشته فیزیولوژی از دانشگاه میامی دریافت کرد. او وقتی از تیم دانشگاهی فوتبال آمریکایی اخراج شد، در سال 1996 به تمرین کشتی کج روی آورد. در 1997 او مانند پدرش راکی جانسون به یک کشتیگیر حرفه‌ای تبدیل شد. جانسون اولین قهرمانی خود را در WWE در 1998 کسب کرد. او تا 2004 در این رشته فعالیت کرد و بعد از چند سال دوری در 2011 بار دیگر در WWE به رقابت پرداخت. او زمان کنارگیری از این رشته در 2019 دو قهرمانی قاره‌ای، دو قهرمانی تیم جهان و 10 قهرمانی انفرادی جهان را به دست آورد. جانسون از سال 1999 به حرفه بازیگری در هالیوود و تلویزیون روی آورد. فیلم هایی مانند پادشاه عقرب، سربلند و مختصر و مفید او را به عنوان یک بازیگر به شهرت رساند. از دیگر فیلم‌های معروف و موفق او نقشه بازی اسمارت را بگیر، مسابقه تاکوه جادوگران، پریدندان، سریع‌تر و سفر دو بود. جانسون همچنین مجموعه فوتبالیست‌ها را برای HBO تولید کرد که در آن مجموعه بیفای نقش هم پرداخت. این مجموعه تلویزیونی کمدی که در 5 فصل پخش شده است، پربیننده‌ترین برنامه HBO در 6 سال اخیر می‌باشد. زندگی شخصی جانسون در 3 می 1997 با دنی گارسیا ازدواج کرد. دختر آنها سیمون در اوت 2001 به دنیا آمد. در سال 2007 دوین جانسون و دنی گارسیا از هم جدا شدند. بعد از آن در سال 2019 جانسون با لورن هاشین دختر سیب هاشین ازدواج کرد. حاصل این ازدواج هم دو دختر شد. در سال 2014 هم خانه ای در فلوریدا و همچنین یک خانه در لس آنجلس کالیفرنیا خرید. او همچنین صاحب یک مزرعه در ویرجینیا است. در 2020 دوین جانسون اعلام کرد که دخترش سیمون آموزش کشتی کج را در مراکز WWE آغاز کرده و با این شرکت قرارداد دارد. روز 2 دسامبر 2020 وی در اینستاگرام خود خبر از مبتلا شدن خودش و همسرش و دخترانش به ویروس کووید 19 خبر داد. او اظهار داشت که این ویروس را از یکی از دوستان نزدیکشان که نمی‌دانستند به کرونا مبتلا است گرفتند. زندگی نامه پدر او راکی جانسون سیاه‌پوست و مادرش ساموایی بوده است. وی در کودکی همراه پدر و مادر خیش سفرهای متعددی داشته و از نزدیک مسابقات پدرش را که او هم از کشتیگیران مشهور بود می‌دید. پدر بزرگ و مادر بزرگ او هم از معدود کشتیگیران بودند. او همچنین از 15 سالگی بازی کردن راگبی را آغاز کرد. دوین در دانشگاه میامی به درجات علمی فراوان رسید و طولی نکشید که به موفقیت‌های بسیاری هم در راگی دست یافت. در سال 1998 به گروه ورزشی کانادا پیوست و از آنجا بود که کشتیگیری را به صورت حرفه‌ای آغاز کرد. دوین اولین مسابقات خود را در سری مسابقات USWA انجام داد. این اولین بازی و برد او در مسابقه بود که توانست در یک مسابقه تیمی به کمک هم تیمی خود حریف را از پیش رو بردارد. کشتی کج جانسون بعد از ترک فوتبال آمریکایی در 1996 در چند مسابقه فدراسیون کشتی WWF حاضر شد. بعد از بستن قرارداد تصمیم گرفت کشتی کج را به صورت جدی و حرفه‌ای دنبال کند. همه ی خانواده او هم کشتی کج کار بودند. ورود به عرصه سینما
او در سال 2001 در اولین فیلم خود به عنوان بازگشت مومیایی ظاهر شد. موفقیت او در این فیلم باعث شد تا دومین فیلم خود یعنی عقرب شاه را بازی کند. جانسون به خاطر دریافت دستمزد 5.5 میلیون دلاری برای حضور در این فیلم رکورد بالاترین دستمزد برای اولین حضور در یک فیلم را شکست. فیلم‌های معروف او عبارتند از هرکول، اطلاعات مرکزی، گارد ساحلی. گفتنی است جانسون با دریافت 64.5 میلیون دلار دستمزد در سال 2016 از سوی مجله فوربس گران‌ترین بازیگر جهان شناخته شد. مجموع فروش گیشه تمام فیلم‌های او تقریباً 9 میلیارد دلار برآورد شده که متوسط فروش هر فیلم اخیرش هم از سال 2015 تا کنون 600 میلیون دلار است. فعالیت‌های نیکوکاری. جانسون در سال 2006 یک مؤسسه خیریه به نام بنیاد دواین جانسون تأسیس کرد که هدف آن کمک به مبتلایان کودک به بیماری‌های لاعلاج بود. در 2 اکتبر 2007 دواین جانسون و همسر سابقش دنی گارسیا 1 میلیون دلار به منظور نوسازی امکانات به دانشگاه میامی اهدا کردند. ثروت. جانسون بارها در فهرست پردرآمدهای هالیوود بوده و ثروت جمع شده از بازی در فیلم‌ها یا حضور در شوهای کشتی او را به یکی از ثروتمندترین چهره‌ها تبدیل کرده است. در سال 2018 هم نام او در لیست 100 ستاره ثروتمند فوربس قرار گرفت و به عنوان پنجمین چهره پردرآمد شناخته شد. در سال 2020 هم در همان لیست جانسون دهمین ستاره بود. ارزش خالص او در سال 2020 میلادی حدود 320 میلیون دلار برآورد شد. بسیار خوب دوستان، ممنون که تا انتهای این برنامه هم با ما همراه بودید. حتما نظراتتون رو برای ما کامنت کنید. در آخر هم اگر از دیدن این برنامه لذت بردید، اون رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید برای دیدن برنامه‌های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.